سلام، تصمیم هم هست دیگه. بله بله، بسیار بسیار. تو شبیه بتمنی دیگه، مثلا تو تاریکی. آره، من اینقدرم دیگه اتاقم تاریک نیست میگم، ولی خب این دوربینه یه بار کم میگیره یه بار زیاد میگیره، ذره داستان دارم. آهنگتونم گذاشتم توی این پشت زمینه پلی بشه، فریادی از تو، مال بند پلاک 24. آره بند اتفاقا بچه هاست. آره اتفاقا داشتم چیز میکردم، داشتم گوشش میدادم، یعنی چقدر هم جف میگیرتش. این آهنگ خودمونو میذاری میخواید یه صحبت کنی، خیلی حال میده. احساس میکنم استیج دایو باید بکنم بیام تو. بچه ها آره بچه ها نمیدونستند که تو موزیک میزنی و اینا، یه سریشون. خب هر دفعه بچه های جدید اضافه میشن دیگه، سری درست. یه ریویو بکن، بگو آقا من چی کارم، چجوری داستان. سری ما هم یه ریویو میکنیم که اونایی که جدیدن نمیدونن چی به چیه بشناسن، و بعد بریم سراغ موضوع اصلی. باشه، من دارم توییچ هم از تو گوشی میارم، چون که تو دیسکورد تصویر تو رو میبینم که دیلی نداشته باشه. خب میخوام. سلام بچا. باش. نه من اوکی، من دارم تو رو میبینم. برو. سلام به همگی، من امینم، زندی روانشناس بالینی، کار اصلی من تو حوزه روانشناسیه، بعدش در کنارش هم گیمرم هم موزیک کار میکنم، و دمتون گرم. میدم که قسمت سوم در واقع پادکست روانشناسی گیمر هاست که منو نریمان، بیشتر نریمان زحمتش رو کشیده بناش کرده و گذاشته تو توییچ. دمت گرم. کار اصلی هم شکست نفسی میکنه، سوپروایزره تو کلینیک، سوپروایزر روانشناس هست، ولی خب حالا آره. خب دیگه چی؟ نه گیمه ها گیمه رو اینا باز موزیکت هم دیگه، من به بچه ها گفتم موزیکت کار میکنی، بند موزیک داشتی و بندتون اسمش پلاک 24 بوده و آره کارنیوال بود اسمش، بعدش به اون مجوز ندادم با لغت کارنیوال، رفتیم اسمش کردیم پلاک 24 و یه آلبوم هم دادیم و دیگه این کارا رو تو موزیک کردیم. حالا تا ببینیم بعدن چی میشه دیگه، حالا بس یه اتمسفر داره. من فعلا ساید اصلی کارم حوزه تخصصی و تحصیلیم روانشناسی است. اگه خواستین حالا میگم با علامت تعجب امین زندی، علامت تعجب امین، علامت تعجب دیار، علامت تعجب زندی، با همه اینا خلاصه میتونید با سوشال مدیای امین زندی بیشتر کانکت بشین. و منم که در جریان دیگه، منم نریمانم، من رشته ارشدم روانشناسیه، روانشناسی شخصیت میخونم و بیشتر توی حوزه گیم دوتا دو فعالم، کانتنت هم، ولی خب این سومین اپیزود گیمر سایکالوجی که داریم با هم دیگه میبریم جلو، و منم هر از چنگای موزیک و اینا کار میکنم. با امین خیلی شبیه همین، خیلی یه روح در دو بدنیم خیلی. آره مثلا من یه ذره گیمر ترم، امین یه ذره روانشناس تر، اینطوری روانشناس تر. آره اون روانشناس تر از منه، من یه ذره گیمر ترم، یه ذره حوزه‌ای دخل دست چپ من زرد اینجا، چه عجیبه اصلا نورا. آره اینجوری خلاصه. خب آقا موضوع اصلی این برنامه اپیزود سوممون دیپرشنه. اشاره کردم که حالا قبلا هم دوستامون که مهمون جلسه قبلیمون هم بودم یه دور اینو استریم کرده بودم، و تا من گفتم که دوباره این داستانو، خب چون هم خیلی گسترده است دیپرشن، افسردگی، هممون تجربهش میکنیم، مثلا گیمر و غیر گیمر هم نبوده نداره. و اینکه این دفعه هم یه آپشنی دادم به بچه‌ها که حالا آخرای برنامه میتونن بیان تو دیسکورد، و اگه چیزی دارن، نکته‌ای دارن که میخوان بگن، یا سوالی دارن که میخوان از امین بپرسن، راحت بتونن بیان بالا حرف بزنن دیگه، چون حالا چت خوندن و دونیت خوندن و اینا ممکنه کافی نباشه، راستشو بخواید یعنی ممکنه یکی بخواد مثلا یه داستانی رو خیلی توضیح بده، ولی خب یه تایم محدودی میتونیم بذاریم واسه هر کسی. حالا خواستم اینو از الان بگم که یه همچین چیزی ما داریم آخر برنامه. و امین یه شروع اصلا میکنی که میگیم آقا مثلا الان دیدی هر کی ناراحته میگه بابا افسرده شدم مثلا فلان، خیلی لحظه
رایجیه این داستان. اول میتونی یه ذره برامون دقیقا بازش کنی که آقا نظر روانشناسی اصلا کی افسرده است و افسرده اصلا به کی میگن و بعد حالا خودت بری جلو. آره ببین خیلی موافقم. بس من یه ذره اول به فارسی سلیس بگم، بعد یه ذره بریم رو ترمینولوژی های تخصصیش هم صحبت کنیم همزمان. بعد من فقط چتو ندارم الان، اگر یه چیز خیلی خاصی بود چون میدونم تو داری تو چت، چون میخوام چتو ببینم هی بعد با گوشیم چک کنم، تو بهم بگو اگه یه نه ردیف من اوکی هم اینجا دارم، مانیتور دوم دارم. ببین من فکر میکنم قبل از اینکه ما اصلا بخوایم بیام یه تعریفی از افسردگی ارائه بدیم و بگیم آقا افسردگی این هست این نیست، باید یه چیزی رو خیلی واضح بپذیریم و اونم این که هر چقدر علم یا هر حوزه‌ای به نظر من تو دنیا داره میره جلو، داره طیفی تر میشه نریم. یعنی بلک ام وایت نگاه کردن، سیاه و سفید، صفر و صدی به مسائل نگاه کردن داره از بین میره. همین اتفاق در مورد اختلالات روانپزشکی هم هر چقدر که داره میره جلو داره میفته. یعنی ما دیگه اصلا نمیتونیم به این آسونی ها بگیم که آقا یه نفر دیپرس هست دیگری دیپرس نیست. حالا این کات پوینت ها یا این تعاریف برای چی به وجود میان تو حوزه علم؟ هدفشون اینه که ما بتونیم ادبیات مشترک با هم داشته باشیم دیگه، یا بیایم تو جامعه یه انگاری یه قیچی در نظر بگیریم بگیم از این خط رد شدی دیگه اوضاع خیلی بیریخته. این به این معنی نیست که آقا کسی که برچسب افسردگی توسط یک روانشناس یا یک روانپزشک نمیخوره لزوما دیپرس نباشه. در درجات پایینتری از افسردگی ممکنه داره زندگی میکنه. خودتو هم یه حرف باحالی زدی، گفتی همه ما تجربهش کردیم و میکنیم. من کاملا باهات موافقم. شاید درجاتی از افسردگی توی یک جامعه تو زندگی اصلا نرمال هم تلقی بشه، ولی از یه جایی که بگذره، از این نقطه‌ای که میگذره، اوضاع خیلی بیریخ میشه دیگه. من خیلی دوست دارم که امروز وقتی میخوام در مورد افسردگی با تو صحبت کنم، حالا بیاریمش تو حوزه گیم و در واقع تجربه که گیمران میتونن از این موضوع داشته باشن، چند تا قانون سرانگشتی رو همه یاد بگیرن که خودشون بتونن اولین تشخیص دهنده مشکل خودشون باشن، لزوما گیج نزنن. خوبه. اولین موضوع پس اینه که آقا بپذیریم همه ما درجاتی از افسردگی رو ممکنه تو زندگیمون تجربه بکنیم، کرده باشیم یا خواهیم کرد. افسردگی رو اصطلاحا میگن سرماخوردگی روان، یعنی انقدر شایعه، به هر دلیلی میتونه اتفاق بیفته. خب برعکس، اولین موضوع این که افسردگی رو طیفه خفیف، متوسط، شدید. هر چقدر ما رو این طیفه به سمت جلو حرکت میکنیم، اوضاع داره بیریختر میشه. ماجرا اینه که من از یه جایی به بعد متوجه بشم که آقا این افسردگی داره خطرناک میشه، این که من بتونم اینو تشخیص بدم که افسردگی من داره تشدید میشه، به نظر من در یه مهارت خیلی مهمه. آها، میگی چی میگم؟ پیش رفته شما بدونیم. آره، یعنی من بفهمم که آقا این رونده مثلا یه مدتی حالا بد بود، حالا خوب شدم دیگه، خب خوبه، مثلا چه میدونم یه هفته، یه ماه، یه ذره حالا بد بود، خوب شدم. ولی اگه من میبینم مثلا فرض کن از اول سال 99 تا الان هر ماه روندم نزولیه، این دیگه زیاد چیز جالبی نیستش. این یه چیزیه که به نظر من آدما باید خیلی خوب یاد بگیرن که اگر میبینن بیماری روانپزشکیشون پیشرونده است، بتونن تشخیصش بدن به داد خودشون. یه موضوع دیگه قبل از اینکه تعریف بکنم افسردگی رو، اینم بگم افسردگی میتونه بیولوژیک باشه، پایه‌های فیزیولوژیک داشته باشه، میتونه پایه های روانشناختی فردی مربوط به خود منو داشته باشه، یا میتونه ناشی از یک سری اتفاقات توی جامعه باشه. یه مثلث در نظر بگیریم، مثلثی که یه رأسش فیزیولوژی و بیولوژیه، یه رأسش روان فردی یک انسانه و یک رأسش جامعه است. حالا اقتصاد و مشکلات اجتماعی و قطع و وصل شدن اینترنت و سرت دو تا تو چمپ شدن و اینا، همه رو بذار تو این جامعه، همه اینا رو بذاریم، و یا ترکیبی از این ستا رس باشه دیگه. وای به حال من و تویی که این ستا رس رو با هم داشته باشیم. یعنی این که خانوادگی پایه های افسردگی رو به صورت ژنتیکی تو خانوادمون داشته باشیم. وقتی مامان بابام و خواهر برادرم و خاله دایی مامان بزرگ بابا بزرگ نگام کنیم، میبینیم اونا هم افسردگی های شدید داشتن، سابقه افسردگی تو خانواده ما واضحه. پس با یه پخی ممکنه ما زودتر از بقیه افسرده بشیم.
مثل یه آدمی که میگه من زمستونا 20 بار سرما میخورم دیگه. آره خب حالا دیگه. به یه دلیلی آقا تو زودتر از بقیه سرما میخوری. این اینا خیلی مهمه بدونی. پس تا اینجا شما خلاصه بگم، بعد اگه تو چت چیزی هست یا تو میخوای کلام بذاری، چون تو میخندی چت و من دارن حسود نوت، چت دارن نوت میکنن، این نوته دو هی میزنن یادداشت میکنن چی داری میگی. آره من آره با مزه است. آره بعد من دوست دارم ببینم، بعد نمیتونم ببینم، هی میخوام بگم نه به منم بگو چه اتفاقی میفته، بیام رو دیسکورد تصویر خودم چیز میشه، با یه دیلی میاد رو مخمه. خب چیز کن، چیز بیام تو توییچ، ببخشید نه بگو توییچ چیکار لازم نیست بیای، چتو واسه خودت باز کن، اصلا جدا میتونی پاپ اوت کنی اصلا چتو. آها چجوری پاپ اوت کنم؟ بگو پاپ اوت کنم. اون پایین سمت راست چیزو که میزنی ستینگ، چت ستینگ. آره خب پاپ اوت چت باید اونجا باشه، بذار ببینم خودم. آها دیدم دیدم. آره چتو پاپ اوت کن، چتو واسه خودت یه گوشه بذار رو تصویر خودت اصلا. آره آقا حل من دیگه از این من میبینم، خیالم راحت. نه آره. چی بذارم رو تو، تو عزیز دل منی، میذارم کنار تو. آره آره الان خوب شد، الان دیگه منم راضیم از شرایط. آلی. خب پس دو تا نکته رو بچه یاد بگیریم. یک، افسردگی رو طیف آقا، خیالتون راحت، افسرده هستم افسرده نیستم نداریم. خب همه آدما، من، نریمان و نمیدونم چند نفری که الان تو این لایف دارن این لایف رو میبینن، همه ما داریم در درجاتی از افسردگی زندگی میکنیم. فقدان افسردگی وجود نداره. اوکی. موضوع دوم این که یاد بگیریم که افسردگی اساساً میتونه درونزاد باشه، جنبه‌های فیزیولوژیک داشته باشه، میتونه روانزاد باشه یا میتونه محیطزاد باشه یا ترکیبی از این سه تا تشدیدش کنن. درست. این میدونی چه حسنی داره که من میگم در مورد، هنوز ما به تعریف نرسیدیم، من دارم یه پایه‌هایی رو فراهم میکنم که بچه‌ها درست حسابی بگیرن ماجرا چیه. حسنش اینه که من خیلی بهتر میتونم تشخیص بدم چجوری باید افسردگیمو درمان کنم. نه یعنی اگه من توی محیطی هم که داره، من قبلا افسرده نبودم، 6 ماه وارد یه محیطی شدم، اون محیطه داره من رو افسرده میکنه. خب آقا محیطو بذار کنار، 3-4 ماه طول میکشه ریکاور میشی میای بیرون. خب من اگر از 15-16 سالگیم دائما دارم اپیزودهای افسردگی رو تجربه میکنم و میبینم داداش بزرگم هم اینجوری بوده، مثلا بابا بزرگم هم اینطوری بوده، خب فاکتور فیزیولوژیک توش خیلی دخیله، اولویت تو بذار درمانه فیزیولوژیک. اگه احساس میکنم خانوادم کسی افسرده نیست، محیطم هم که اوکی ولی من دائما افسردم، فاکتور روانزاد، فاکتور روانی، نگاه من به زندگی، مدلی که من با دیگران برخورد میکنم، فکرایی که من دارم راجع به خودم و زندگی داره منو افسرده میکنه. جالبه درمانای مختلفی که خونده بودم الان تقسیم بندی شد که واسه چه افسردگی کدوم درمان بهتره. آره. الان واسه من خود منم خیلی چیزا روشن شد نبود. آره و حالا اگر نریمان مثلثه داره شکل میگیره، درمانه هم باید مثلثی پیش بگیره. 100%. خب این تا اینجا، تو اگه کامنتی داری چیزی داری بگو، من که هستم. یه ذره فقط چیز، وقتی میگه درمان بیولوژیکی منظورش چیه دکتر؟ منظورش اینه که فارماکوتراپی، دارو، یعنی دارو. خب خیلی ساده آقا، یعنی اگر تو خانواده سابقه افسردگی هست، تو ژن هست، این میشه درمانش بیشتر سمت دارو. وقتی توی محیط هست، خب تو این محیطی که داره چیز میکنه قاعدتا بعد محیط رو عوض بکنی و وقتی که محیط هم اوکیه یا خونه آدم اوکیه اما تو داری به مشکل میخوری، بهش میگن چیز اسمش نگرش اسمش یادم نمیاد، خطای شناختی مثلا. شناخت آره، این یعنی شناخت تو از دنیای پیرامونت مشکل داره و درمانهای شناختیه که در واقع روی کرده شناختیه که روی در واقع افسردگی تو تاثیر میذاره و باعث میشه که راحت تر درمان بشه. حالا اصلا تعریف کن ببینیم امین، افسردگی اصلا چی هست از نظر روانشناسی؟ ببین من بدون در نظر گرفتن تایما میگم افسردگی، تعریف افسردگی رو الان، چون افسردگی یه سری چیز داره، زمانبندی ها داره توی DSM. من فکر نمی کنم اصلا نیاز باشه اینجا بگیم دو هفته، یک سال، دو سال، جالب ساده. نیستش. آره به زبون ساده، تجربه غمگین بودن همراه با لذت نبردن از زندگی و پیرامونه. خب مثلا این دوتا، غمگینم در اکثر اوقات، غمگینم. حالا ببین نریم، آدم ها غم و
بر اساس شخصیتشون متفاوت تجربه میکنن. یکی میگه دلم گرفته اکثر اوقات، یکی میگه اینجام یه چیزی سنگینی میکنه، یکی هیچ جاش چیزی سنگینی نمیکنه ولی فکرش پر از افکار مزاحمه ها، یکی حال نداره. آره حالا اونا رو میگم. پس تجربه غمگین بود به همراه فقدان لذت از زندگی. درست. به علاوه چیا؟ کمبود انرژی، عمدتا خسته بودن، به هم ریختن خواب و خوراک، کاهش توجه و تمرکز، ناامید بودن، بی انگیزه بودن، یعنی انگیزه برای هیچ چیزی من ندارم، حتی حال ندارم مثلا فرض کن چه میدونم بشنم یه گیم بازی کنم، دیگه چیزی بالتر برای یه گیمر از مثلا نشستن و بازی کردن Red Dead 2 که نمیتونه باشه، یا دوتا تو، حالا چون فالوورای تو اکثر دوتا پلیر، حالا ایپکس بازی کنم، اوورواچ بازی کنم. لذت بخشترین گیم دوتا تو، همه اینجا تو چت میتونن با یه پیانوب جواب بدن که آره دیگه. البته من مخالفم ولی دیدی تو گوگل، دیدی تو گوگل سرچ میکنه علائم ما همه رو داری لامصب. امین داشت میگفت بگید ببینم چند تا از این علائم رو دارید عددی از اینا که امین بود. من جی جی اوورواچ میدم، اینو دارم، جی جی اوورواچ به همه میدم. ببین یه بار دیگه پس من خلاصش کنم بگم all of them، یکی میگه all of them. بچه اولا فراموش نکنید وقتی که من اینا رو دارم میگم همتون میاد دوباره صفر و یکی به ماجرا نگاه میکنید، یعنی ندارم دارم، هممون داریم رو تیف، شدتش مهمه، میگن سیویریتی یعنی چقدر شدید اوضاع، چقدر وخیم اوضاع و چقدر کرانیک شده نریمان، یعنی چقدر مزمن شده، وقتی آره. مزمن میشه خیلی بده اوضاع. آره مزمن شدن یعنی اینکه مونده روت، مثلا بعد چند ماه با خودت داریش، آره مثلا 8 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، خیلی تاکسیکه، خیلی سمه. به نظر من آدم ریکوست تایم اوت بده، اینترنتش بهتر از اینه که چند سال افسردگی داشته باشه همراه خودش. وای آره چت بگم نه بذار بهت میگم چرا، بذار بهت میگم چرا، چون اگه افسردگی نداشته باشی زنگ میزنی آی اس پی، یه دعوا میکنی، اینترنتتو جمع میکنی، میری اینترنت جدید بهتر گیر میاری، ولی اگه افسردگی داشته باشی اینترنتتو درست نمیکنی، با همون ریکوست تایم اوت میشینی یه بازی میکنی داغونتر، حال نداری دیگه، حال نداری حرکت آره. کنی خودت، حال نداری حرکت کنی. خب پس ببین بچه، دو تا فاکتور اصلی، غم، لذت نبردن، فقدان لذت، یعنی یه روز هیچ چیزی لذت نمیبره از رفقاش، از گیم بازی کردن، از بیرون رفتن، حتی از پول خرج کردن. حالا در کنار اینا ناامیدی، بیانگیزگی، فقدان انرژی، کاهش توجه و تمرکز، تغییر و نوسان در اشتها، تغییر الگوهای خوابیدن، مخصوصا خواب کافی، مثلا خواب کافی، حالا تو خیلی از آدما افسردگی بهش میگن depression with anxious distress، یعنی افسردگی همراه با استرام، باعث میشه که در واقع فرد خوابش کم بشه. درسته. خب ولی توی یه سری از افسردگی بهش میگن atypical depression، یعنی atypical یعنی نرمال، atypical یعنی غیر نرمال دیگه، مثلا atypical depression ها افسردگی هایی یعنی که خواب طرف زیاد میشه، اشتهاش زیاد میشه، یه گوشه مثل کالباس میفته، همش میخوابه، هی میخوره، هی داره چاق میشه. اوکی حالا فرقی نمیکنه کدومش. پس تغییر در الگو اشتها و خواب و نهایتا افکار خودکشی. اصولا هم افکار خودکشی بچه ها ترتیبش این شکلیه، اول افکار ناامیدیه، بعد افکار چه زندگیه، اصلا آدم نباشه بهتره، بعدش وقتی تشدید بشه افکار این که خب من نباشم بهتره، بعدش یواش یواش فکر میکنم میگم خب حالا چجوری جون خودم رو بگیرم بهتره، و هر دفعه که جلوتر بره این افکار تشدید میشه، یعنی یکی از اون زمانایی که خیلی دیگه ما اوضاع رو شدید میبینیم، سیویر میبینیم، وقتی که طرف افکار خودکشی داره. نریم ببین یه سب جالب بیا من در مورد این افکار خودکشی بهت بگم، مگه ما یه ارگانیسم زنده نیستیم؟ چرا؟ پس شدیدن تمایل به بقا داریم. دقیقا. اصلا امکان نداره یکی رو بنداز تو استخر اینجوری دست و پا نزنه بره پایین که خفش نمیشه، یعنی بدن
بدن رفلکس طبیعیش اینه که در برابر خفه شدن مقاومت میکنه. پس وقتی یه نفر افکار خودکشی داره، فقط موضوع تو سیستمای روانی اینه که انقدر سطح نوروترانسمیترها، انقدر سطح مواد الکتروشیمیایی مغز به هم میریزه که طرف واقعا به قطعیت رسیده که این فکر خودشه، یعنی فهم که داره فکر درستی میکنه. همون آدم اگه یه سال درمان بشه، بعد یه سال میگم باورم نمیشه من اون روزا به این مسائل فکر میکردم، به مردنم فکر میکردم. پس چطوری با اینا شما چیز میکنین؟ چجوری اپروچتون چجوریه با اینا؟ روی کردتون چجوری وقتی میان؟ چجوری مثلا یه کاری میکنی حرفتون رو گوش کنن؟ چون طرف نه انگیزه داره تغییر کنه، نه مثلا هرچی بهش بگی خب به قول تو اون حالتیه که به قول تو زنگ نمیزنه ISP‌شو عوض کنه، اینترنتشو درست کنه، چرا باید بیاد مثلا حرف توی روانشناس رو گوش بده که حالا کمتر افسرده باشه؟ یعنی ببین واقعیت رو بخوایم در نظر بگیریم، خیلی هاشون نمیان نریم اصلا نمیان. اونی که میاد پیش روانشناس و روانپزشک دمش گرم، یعنی بکر بچه ها نوش با چک و لگد، واقعا خودشو با چک و لگد بلند کرده آورده دیگه. آره درسته، یعنی این شکلی خب خیلی هم نمیان. پس سه تا موضوع دوباره، افسردگی رو طیفه، از ضعیف تا قوی داریم، شدید داریم. دوم میتونه علتهای متفاوتی داشته باشه که من روی مثلث ترسیمش کردم. سوم اینکه یه تعریف ارائه دادیم چجوری افسردگی رو تو خودمون تشخیص بدیم. خب حالا این علائمو که من گفتم همه ما میتونیم داشته باشیم تا یه حدودی. هر چقدر روی این طیفه این علائم بره جلو، شدیدتر میشه دیگه. وقتی که اینجاها میرسه یا این وسطاس اوضاع وخیمه. یه موضوع دیگه هم من اینجا بگم نریمان، خیلی جالبه ولی خیلی کم بهش دقت میشه و خیلی اصلا حتی همکارای من بهش دقت نمی کنن. تجربه اپیزودهای مکرر افسردگی تو سنین مختلف احتمال بازگشت افسردگی رو دوباره تشدید میده. بذاریم مثال گیمری بزنم. من مطمئنم اینو تو دوتا هم دارید و یه تکنیک منتالیه. میگی اگه 4 بار پشت سر هم بازی کردی باختی، دیگه اون شب بازی نکن یا برو کویک پلی بازی کن. درست میگم؟ آره اصلا آره دقیقا میگم پشت سر هم. همیشه من اینو بهشون میگم به بچه ها. آره زیاد باختی دیگه بیشتر از یه حدی فاین مچ نکن، بسه دیگه، بذار یه پاز بده وسطش، یه پاز بنداز. آره افسردگی هم دقیقا مثل حالا مثلا ما اوورواچ بازی میکردیم و حالا قطعا بچه هایی هم هستن توی این لایوی که اوورواچ بازی میکنن. خب اوورواچ کویک پلی داره، کامپتیتیف داره دیگه. تو وقتی کامپتیتیف بازی میکنی به بازی، یه چیزی مثل MMR داره ازت کم میکنه. یعنی واقعا اینجوری بود، وقتی میافتدی تو روند بردی و میدی 10 تا بازی رو بردی، وقتی هم میافتی تو باخت انگاری دیگه همینجوری اچخه بازی کنی میبازی. حالا من اینو از دنیا گیمرا میارم در مورد افسردگی در موردش صحبت میکنم. ماجرا در مورد افسردگی هم همینه. اگر مثلا فرض کنه 14-15 سالگی تا 25 سالگیت تا حالا 3-4 بار افسرده شدی، ولش کردی، هیچ درمانیش نکردی، نه دارویی نه روانشناختی نه دوتاش با هم، من بهت قول میدم اینجا امضا میدم که 27 سالگی هم یه اپیزود دیگه تجربه میکنی، 32 سالگی هم دوباره اپیزود تجربه میکنی. یعنی میدونی میخوام چی بهت بگم؟ افسردگی مثل آنفولانزا نیست که یه بار بگیری پات تنش تو بدنت ساختشه دیگه نگیری، برعکسه، یه بار که میگیری مستعد میشی به دفعات بعدی. هر چقدر اپیزودهای افسردگی، دوره‌های افسردگی رو آدما تو زندگیشون بیشتر تجربه کنن، احتمال بازگشت اپیزودهای بعدی افسردگی تو فرد زیاد میشه. به شرطی که هیچی روش کار نکنه دیگه. یعنی آره اصلا همین رو میخوام بگم. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه 100 نفر 200 نفر من نمیدونم الان چند نفر بچه‌ها دارن لایو ما رو میبینن، 150 نفر دارن تو این لحظه میبینن، همین 150 نفر هم اگر از نظر من حرف من بتونه باعث بشه که 10 نفرشون اگر همین الان اپیزود افسردگی دارن برن این اپیزود افسردگیشون رو درمان کنن، نریمان، اتفاقی که میفته تا 5 سال 6 سال شاید 10 سال بعد افسردگی سراغشون میاد، مخصوصا تو سطوح متوسط به بالا، یعنی شدیدش. اوکی از اینجا به قبلش هممون تجربه میکنیم.
یه امتحانی داری، استاد میندازته، 2 هفته یه ذره حالت بد، ولی ریکاور میکنه بعد خودشو. خودت هم ببین وقتی سطح افسردگی پایینه چه اتفاقی میفته، از مسائل لذت میبری دیگه، خودت سری میری یه کار دیگه میکنی، با گیمت حال میکنی، نمیدونم با رفیقات بیرون میری، یه درس دیگه تو نمره بالا گرفتی، اونی که نمره بالا گرفتی رو میبینی، کاسبی داری میکنی، ذره ذره رشد بیزنست رو میبینی و با اون حال میکنی. ولی آدم افسرده ما این 5 میلیون تومان هم پول دراره اصلا انگیزه ای نداره براش، اصلا فرقی داره، نمره پایینه رو نگاه میکنه، اون حالا کم بوده رو میبینه، میگه آقا اونجا چرا میتونستم 55 تومان داشته باشم، چرا 50 تومان دارم، همش چیزا رو خودش منفی میکنه دیگه. ببین من میخوام حالا که این چتر این کنار دارم، روی سری از این حرفای بچه‌ها خیلی کامنت بذارم جدی. یکی نوشته بری دکتر بهت میگن دیوونه، هیچ روانشناس یا روانپزشک درست حسابی به تو نمیگه دیوونه ای اگه بری دکتر، بهت میگه افسرده ای. دیوونه یعنی چی؟ دیوونه معنی نداره، دیوونه کدوم اختلال روانپزشکی یا روانش هست، دیوونه رو خودت داری به خودت میگی، خلاص. خب آره، نظر تو چیه؟ نریم اگه چیزی هست بگو، من کامنت بزنم. نه، یه تفکر رایج، اصلا یکی از علتهایی که ما اینجاییم به خاطر همینه که ملت چون خیلی ها باید هزینه بکنم برای اینکه برم پیش روانشناس و به خاطر این قضیه و این تفکر غلط و اون گارده هیچ وقت واردش نمیشن، چون نه تنها اون گارده آلدی هست، یه هزینه ای هم باید بکنن، واسه همین هیچ وقت هیچ تجدید نظری راجع به این تفکر عوام داستان نمیکنن که آقا مثلا روانشناسی بهت میگه دیوونه، من برم نمیدونم الان 4 تا چیز بهم میبندن، قرص و دارو بهم میبندن فلان، و انواع چیزایی که شنیدیم دیگه، ام تراپی و فلان و بیسار و اینا. ولی ما اصلا واسه همین جاییم که یه سری ملت آقا یه کانتنت درستایی ببینن، روانشناس ببینن که آره بابا نه اینطوری نیست، اتفاقا روانشناس میتونه خیلی چیزا رو بفهمه، اتفاقا میتونه درک کنه، اتفاقا میتونه گیمر هم باشه، اتفاقا میتونه گیمت هم درک کنه مثلا. و دیگه اگر کسی این چیزا رو ببینه و باز این حرفو بزنه دیگه مسئولیتش گردن من تو نیست دیگه، خودش نمیخواد قبول کنه. آخه دیوونه نداریم اصلا. ببین چند تا لغت، بیا یه چند تا لغت رو بندازیم دور، من یه موضوع هم تشریح کنم. یکی تیمارستان، خب این لغت، این به درد فرهنگ ده خدا میخوره این لغت. الان ما نه چیزی به نام تیمارستان دیگه داریم، نه چیزی به نام دیوانه خانه. به این محل ها میگن بیمارستان روان پزشکی، و بعدش هم بیمارستان روان پزشکی برای افرادی طراحی شده که نیاز دارن مثلا 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه تحت نظر روانپزشک‌های متخصص و یک تیم درمانی مجهز، یعنی مثل پرستار، روانپزشک، روانشناس، مثلا مددکار اجتماعی به صورت همزمان مونیتور بشن، سطح داروهاشون تنظیم بشه، یعنی باید طرف هر لحظه بالا سرش باشن. خب وگرنه پیش روانپزشک یا روانشناس توی یک کلینیک رفتن که اصطلاحا یک درمان سرپایی حساب میشه نریمان، مثل اینی که بریم مثلا، مثل اینی که بریم دکتر بگیم من سرما خوردم، طرف هم مثلا بیاد مثلا بگه خب بیا اسپامینوفن رو بخور، ویتامین سی هم بخور. بگم آخه ملت فکر میکنن نه این فیلم ها مثلا تیمارستان می اونجا میبندنت مثلا، آره آره مثلا تو این لباس های فلان دارید زد جکت مثلا فلان، همه اینجوری هم نه بابا، مثلا طرف که به اونجا نگات هم نمی کنه برو بابا مثلا. این موضوع یه موضوع دیگه هم یکی از بچه ها دیدم نوشت، با این که خودم و خودت هم بارها گفتیم، من فکر کنم تو 40 سال دیگه هم من لایف بذارم و تو اینستاگرام حرف بزنم فرق بین روانشناس و روانپزشک رو باید بگم. آره حالا ببین خیلی ساده میگم، اتفاقا به زبون گیمری میگم، بچه ها روان پزشک یه آدمیه که تو کشور ما کنکور تجربی داده، رشته پزشکی قبول شده، رفته دانشکده پزشکی، 7 سال 8 سال درس خونده، شده پزشک عمومی، بعدش یه کنکور تخصص داده دوباره روان پزشکی قبول شده، 4 سالم رفته تخصص روان پزشکی گرفته، درست طرح گذرونده، مثلا 1 سال الی 2 سال توی یه استان دیگه رفته پزشکی عمومیشو گذرونده، بعد از این که 4 سال روان پزشکیشو خونده دوباره طرح گذرونده توی بیمارستان روان پزشکی و شده متخصص اعصاب و روان یا روان پزشک. اوکی روان پزشکا پزشکن،
کار اصلیشون عمدتاً نه اینکه روان درمانی نکنن، تجویز داروه. اوکی. روانشناس کیه؟ روانشناس کسیه که کنکور لیسانس داده، بعد کنکور کارشناسی ارشد داده، بعد کنکور دکترا داده و رشته روانشناسی یا سایکولوژی خونده. روانپزشک و سایکیاتری میخونن و پزشکن. تفاوت عمدهشون، به زبون خودمون میگم، اینه که روانپزشکا با سخت افزار سیستم کار دارن، روانشناسا با نرم افزار سیستم کار دارن. اصلا علوم انسانیه، اون اصلا علوم تجربیه. آره آره، ولی ببین این چیزشون هم برای کنکور دارم میگم که بدونن. آره آره آره، علوم انسانیه. حالا با گرایش های دیگه با تجربی هم میشه روانشناسی میشه. من خودم از مهندسی صنایع اومدم دارم. آره، ولی ببین این مثال نریمان خیلی خوب، روانپزشک با سخت افزار یعنی مغز کار داره، روانشناس با نمود سخت افزار که میشه نرم افزاره، سافت ور کار. روانشناس اونیه که میگه بیا باگای سافت ور تو بگیریم، روانپزشک میگه که روانپزشک اونیه که میگه بیا باگای سخت افزاری تو بگیریم. مثلا بیا یه دونه فن بذاریم تو سی پی یوت خیلی داغ میکنه، مثلا اگه یه فن یه کولپد درست حسابی بذاریم، ترمال افکت روی سی پی یوت، حرارت سی پی یوت میاد پایین تر، حالت بهتر. اینم از این دوتا. خب بریم جلوتر، چی بگیم بچه ها؟ کسی حرفی داره یا تو حرفی داری؟ بس قبلش چیز بود دیگه، داشتی میگفتی که قبل اول اومدی گفتی که آقا ما بیمارستان روانپزشکی داریم و اون حالت سرپاییه و قبلش داشتی چیز دیگه میگفتی؟ یادم چت یکی هم گفته روانکاوی چیه؟ بچه ها روانکاوی یکی از مدل‌های درست کردن اون نرم افزاره. همین. آها، داشتی در مورد اینکه حالا چه مدتی تو داشته باشی به همراه خودت و اینا صحبت میکردی و الان حالا یه ذره باز شد دیگه. وقتی ما اولش گفتیم درمان بیولوژیکی، الان بس فهمیدیم آقا درمان بیولوژیکی بر عهده روانپزشک بیشتر. دقیقاً درمان اون سایکولوژی روانشناختی بیشتر بر عهده روانشناسه، اون بیشتر بر عهده روانشناسه. و یه جاهایی هم هستش که تو میری میگی آقا من مثلا افسردم فلان، و مثلا طرف میگه خب آقا محیطت افتضاح، هر کی هم بذاری جای تو باید افسرده باشه، من برای چیکار کنم؟ مثلا چرا هم طرف نشسته خونه بابای صبح تا شب داره نمیدونم کتکش میزنه، مامان هم کتک میزنه، آره فلان، من تو هم بزنن افسرده میشه. خب تو چیکار مثلا میتونی برای طرف؟ هر کاریش کنی طرف بازم افسرده است، بعد طرف اون محیط مسموم بکشی بیرون یا بهش انگیزه بدی که بکشه خودشو بیرون. حالا امین من یه سوال ازت کردم، گفتم که این جامون توی بحثمون، گفتم که اگه مثلا یه آدم افسرده میاد پیش تو که حالا گفتی خودشو جمع کرده با چک و لغت، معمولا چطوری باید به اینا بگی که مثلا خودشونو بهتر کنن؟ چون میگم اینا که چون افسردن آلدی اون دید منفیه رو دارن، خب آلدی اون خستگیه و اینکه نمیخوان تغییر کنن و بیحالن و اینا رو دار. آره. مثلا آقا یکی وسواس داره، اتفاقا خیلی هم اذیت، خیلی هم انگیزه داره، اومده پیش تو وسواسشو درمان کنه. آره. خب این خیلی شاید چیز کردنش ساده تر باشه تا کسی که افسرده است تو بخوای دستشو بگیری بلندش کنی. حتی که تو دیسکورد کسایی بودن که اومدن من راجع به خودکشی سوال کردن، گفت آقا من اصلا به خودکشی یا رفیقم خیلی فکر میکنم و فلان، گفتم آقا این کار من نیست، من متاسفم این کار من نیست، امین زندی این یه متخصص میخواد و بخش جدیه. میخوام بگم با این کیسا تو چجوری برخورد میکنی به عنوان حالا سوپروایزر هم هستی چیکار میکنی؟ ببین آره میگیرم چی میگی. ببین در واقع اصولا خب ماجرا اینه که هر روانشناس آموزش دیده‌ای توی جلسه اول حضور یک مراجع یک فرایندی را انجام میده به نام کلینیکال اسسمنت یا مصاحبه بالینی. درسته. این مصاحبه بالینی ترکیبی یا مجموعه سوالاتیه که میتونه یک شمای کلی از وضعیت روانشناختی و جسمانی اون فرد به روانشناس و به خود مراجعه بده دیگه. مثال برات کارام باشه. آره مثال برات میزنم. فرض کن من بهتون میگم نریم تو سابقه بیماری جسمی داری. خب مثلا تو میگی نه، میگم آخرین بار آزمایش خون کی دادی تو؟ مثلا میگی 5 سال پیش. خب وقتی تو اینو به من بگی میدونی من به تو چی میگم؟
میگم ببین حتما برو طی هفته‌های آتی پیش یک پزشک متخصص یا یک پزشک عمومی یه چکاپ کلی برای تو بنویسه. تو اصلا ممکنه تیروید کمکار داشته باشی و خودت روحت هم خبر نداره. تیروید کمکار هم علائمش کپی افسردگیه. حالا تو هر کاری هم بکنی تا تیرویدت کنترل نشه علائم افسردگیت از بین نمیره. یا مثال دیگه ویتامین دی دفیشنسی زیاد داشته باشی، مثلا ویتامین دی بدنت خیلی کم باشه که تو ایرانی ها اتفاقا خیلی زیاد مثلا. کم خیلی کم اصلا نه. خب معتاد نمیگیرم، ما همه تا دسته ویتامین دی تا اینجا. آره. خب مثلا طرف اگه ویتامین دیش خیلی کم باشه علائمش یکی نوشته تأثیر اعتیاد به الکل و دخانیات هم بگید دکتر. حالا با در مورد اپیزودمون در مورد البته میگم چون ربط داره مخصوصا الکل. اصلا دکتر داشته راجع به این برنامه داشته راجع به این داست. آره راست میگید. لایف تو اینستاگرام هم ما یه دونه لایف کامل در مورد مثلا ماریجوانا داشتیم چند وقت پیش و بچه‌ها اگه بزنن اینستاگرام من تو چت بیاد میتونن برن تو قسمت حرفی برای گفتنام نگاه کنن. چی میگفتن؟ مصاحبه بالینی داشتی میگفتی که آره مصاحبه. آره تو گفتی چه اتفاقی میفته، دارم تشریحش میکنم که اصلا همه بدونن. خب یا مثلا حالا آقا مثلا یارو میگه نه ندادم، خب برو آزمایش خون بده. بابا آدم بالای 17 18 سالش میشه، حالا من عدد سرانگشتی از خودم میگم باید هر سال خودش رو چکاپ کنه دیگه. منتظر نباشیم مامان بابامون بهمون بگن که برو آزمایش خون بده. شاید مامان باباتم تو 20 سال اخیر یه بار آزمایش خون نداده باشن. خب به تو ربطی نداره، تو دیگه ادالتی، آدم بزرگسالی، خودت باید از خودت مراقبت بکنی. و اصلا شاید اصلا علل جسمی داشته باشه و افسردگی عللش افسردگی بالینی که برای ما روانشناسا و روانپزشکا تعریف شده است نباشه، نمودش نمود افسردگیه، یعنی به نظر افسردگی میاد ولی افسردگی. حالا فرض کن خوب بود اونجوری. اوکی خوب بود. روانشناسه سوالاتی میپرسه تو اون جلسه اول که مشخص بشه براش مشکل درمانجو یا مراجع اون فردی که پیشش اومده چی. خب ببین بعضیا با شکایات مثل حالم بده، فکرم کار نمیکنه، خوابم به هم ریخته، یعنی شکایاتی که فرد داره، شکایات اصلا تم شکایات نریم، تم بالینیه. تم تشخیصی داره، کلام مراجع کننده کلام بالینیه. تو مثلا میفهمی یک مشکل روانشناختی که میتونی برچسب به یک اختلال رو جهت درمان بهش بزنی تو فرد وجود داره. یه دم مثلا نه مثلا میاد میگه که مثلا من با دوستم دعوام شده، ولی همین من با دوستم دعوام شده ممکنه تو بری جلو برسی به یه افسردگی توش. میفهمی چی میگم؟ مثل یه گیم میمونه، انگاری مثلا رفتی یه منطقه تو بازی داری دیسکاور میکنی، مپ تاریکه. کار روانشناسه تو جلسه اول اینه که منطقه رو دیسکاور کنه، مثل دوتا بره این توی رودخونه وسط بره ببینه پایین آیتم چیه، بالا آیتم چیه، شاپ کجاست، همه اینا رو روانشناسه ببینه، به مراجع کنندش هم نشون بده. حالا تصور جامعه چیه؟ این میما هست، میگه چیزی که من فکر میکنم، چیزی که رفیقم فکر میکنه. مثلا تصور مراجع کننده این الان میره پیش یکی مثلا بهش میگه که تو دیوونه ای، باید قرصای خیلی سنگینی بخوری که تو رو معتاد میکنه و در یک سال آینده همش خوابی. میبندیمت به درخت و هفته یک بارم میزنیمت تا دیگه افسرده نشی. ولی در حالی که واقعا همچین چیزی نیست دیگه. یعنی یه جلسه اصولا یکی دو جلسه اول با یک روانشناس ختم به ارتباط درمانگر و درمانجو و در صورت نیاز تشخیص بالینی میشه. که تشخیص بالینی چه کمکی میکنه؟ تشخیص بالینی کمک میکنه روند درمان مشخص بشه و این اصلا یک چیزیه که تو کل فرایندهای درمانی تریتمنت یکسانه. آقا تو سربا هم بخوری، طرف تا گلوت رو نگاه میکنه ببینه چک کرده نکرده که تشخیص بده آنتی بیوتیک بده یا بگه ویروسی، برو دو هفته بخواب تو خوب شی، ویتامین سه و حالا یه استامینافنی هم بخوری از علائم تسکین پیدا کنه تا ویروس تو بدنت ضعیف بشه. تو کلیت هم درد بگیره برای دوتا آزمایش مینویسن، بعدش آزمایش خون میگیرن، چی میکنن که بفهم مشکل از کجاست. همش همین شکلیه. یعنی درمان تو سیستمت هم خراب بشه دکمه دایگنوستیس ویندوز رو میزنی یا بهت جواب میده یا نمیده دیگه. بعد برش میداری میبری پیش اکبر آقا کیس رو باز کنه ببینه مثلا فن کارت گرافیکت سوخته. واقعا چیز عجیب غریبی نیست، ولی
به نظر میاد که من تو جوامع دیگه ندیدم، ولی به نظر میاد تو جامعه ما یه ترس عجیبی از مشکلات روانشناختی وجود داره، در حالی که به نظر من اصلا موضوع ترسناکی نیست و بسیار قابل کنترل درمان، دقیقا. بسیار نریم قابل کنترل درمان. میدونی مشکل چیه؟ همون بحثی که بهت گفتم، این اپیزودهای اتفاق میفته، طرف 30 سال ول کرده، 30 سال با استراب، 30 سال با وسواس، 30 سال با افسردگی زندگی کرده و مثلا تو 50-60 سالگی دیگه بچه هاش برمیدارن میارن طرف. بابا نابود اصلا تو کردی بگو خودتو. 3 سال هم تو با این حالت زندگی کنی، اصلا میدونی چه زمان زیادیه که تو بخوای این داستان رو با خودت مثلا بکشونی، خواست سنگین تر میشه دیگه، اسنوبال میشه هی این داستان، هی بدتر میشه. حالا یکی از بچه ها نوشته شده تا حالا خودتونم افسردگی بگیرید؟ معلومه که شده، مگه من تافته جدا بافتم یا لک لک منو از آسمون اصلا آورده؟ راجب منم اون از هم اولش حرف زدیم، گفتیم هممون میگیریم، مثل سرماخوردگیه، خیلی چیز عادیه، شدید و خفیف داره، همه اینا رو اتفاقا اولش صحبت کردیم. امین ببخشید، من اینم میخواستم ازت بپرسم، بگو آزمونای حتما. خوبی که بچه ها میتونن بدن برای اینکه از نظر مثلا یه آزمون بدن تست کنن ببینن افسردن یا نه، آزمونای ببین معتبری که تو این زمینه هست چیاست؟ ببین چیزی که بچه ها میتونن به صورت رایگان انجام بدن، خب توی وبسایت من منطق دات ام ای یه آزمونی هست، کمندی که میزنن وبسایت من میاد، یکی بزنه بیاد منطق دات ام ای، یه آزمونی هست به نام آزمون افسردگی بک، BDI بک دیپرشن اینونتوری، خب یا مثلا ترجمه میشه چی میگن بک دیپرشن اینونتوری، مثلا میشه اینونتوری فارسیش نمیدونم چی میگن، تو گیم اینونتوری هم داریم رو همون اینونتوری پرسشنامه. پرسشنامه، آره پرسشنامه افسردگی بک. خب فقط من دو تا نکته بگم، این پرسشنامه افسردگی بک به نظر من بیشتر از این چیزی که بچه ها تمام این تستا رو تو سایت من پر کنن، ثبت رو بزنن، نتیجه رو بهشون بده، اینکه ببینن اون عدده چند شده و اونو معیار قرار بدن، صورت سوالای آزمون بک نریمان واقعا دیگه افسردگی رو تمام کرده بر ملت. یعنی اون 23 تا سوال فکر میکنم بک، آره دیگه میشه یادم نیست. 60 تا فکر، 21 سواله. خب صورت سوالا رو اگر بخونن دونه دونه علائم افسردگی رو بک میپرسه، پرسشنامه بسیار معتبریه و بسیار پرسشنامه کم، یه ارور 503 میده. برای چی ارور 503 بده؟ یعنی من چک کنم ببینم ارور میده. چک کنیم وی پی ان، وی پی ان چیزیه؟ نه الان اصلا اگه به چیز باشه خودم میتونم چی میگم بهش اسکرین شیرش کنم. آره میتونی فکر کنم فکر اوکی کنم میشه، داره حالا فوقش میاد. تو سایت هستی، حالا امروز نبود فردا اوکی میشه اگه یه موقع داستانی آره فوقش بذار من یه درصد تصویر سایت خودم بیارم. مینتیننسی چیزی داره. آره الان حالا تو سایت هم احساس کنم نیومد بالا، ولی چک میشه میکنم. میاد ولی دیر میاد، مثلا آره، به یه هر ذره کی. سایت کند میاد، یه ذره کند میاد. بچه ها نوشتن درست. اوکی خب خب پس درست. صورت سوالای آزمون بک، BDI بک دیپرشن اینونتوری، خیلی خوب علائم افسردگی رو میپرسه. یعنی تک تک علائمی که آدم باید اصلا بیاد بگیره دیگه. آقا نه برای خودم، برای همه، 21 دونه سوال رو حفظ باش، افسردگی رو تو خودت و دیگران تشخیص بده و به فکر درمانش باش. لطفا بتوی تو دیسکورد هم برای بچه ها لینکش رو بذاری اگر خواستی، تو آل من آره everyone منشن میکنم، لینکش رو توی چیز میذاریم، نیوز یا مثلا ببین، اناونسمنت رو میذارم تو دیسکورد برای من بچه ها. الان دارم چیز میکنم، همینجوری که دارم با تو صحبت میکنم الان میارمش، یه دقیقه اسکرین شیر اینجا داره دیگه، شیر یور اسکرین نشون میدم به همه. آره، share your screen داره. خب آره حالا تو این فاصله من اینم ازت بپرسم، یکی هست میگه بپرس. همین من بازی میکنم اعصابم خورد میشه، نمیدونم، یا اصلا حالا من دارم به زبون گیمری میگم، میرم گیم عصبی میشم و اینا، اما تیلتم. بازم بازی میکنم، یا مثلا من دوست دخترم همش نمیدونم اذیتم میکنه، هی جوابمو نمیدونم، ولی هی میرم سمتش،
خب یا مثلا اینا رو دیدی شوهرشون کتکشون میزنه فلان، ولی هنوز پای میسوزن و میسازن و این داستانه. این تم تو گیم هم هست دیگه، تو میبینی که عصبی میشی. این چیه قضیهش؟ خودمونو سزاوار بدبخت دونستن بدونیم، یا بدبخت بودن بدبخته ببخشید، میدونی؟ آره. خودم رو سزاوار بدبختی میدونم و در واقع خودشیفته بدبختی هامم. دیدی یه ده هستن، اصلا یه ده آدم ها اینجوری هم. وای ببین من چقدر بدبختم، اصلا یه جوری در مورد بدبختی هاش صحبت میکنه که افتخار انگاری مثلا. افتخاره. مثلا من 6 سال افسردم، بابا تروفی لعنتی، چه تروفی داری تو؟ اونایی که میرید گیم دهنتون رو سرویس میکنه، اما با این حال بازم بازی میکنید، من باز تو چت میذارم لینک این آزمونی که میخوای اسکرین شیر کنی برای من آورد. اوکی درسته، گوش کنید، چون این فقط بحث بازی کردن نیست، یعنی تو زندگی هم تو میری سر کار، سر کارت رئیسه میزنه تو سرت فلان، اما باز میری سر کار، میری نمیدونم فلان با مثلا خانومت مشکل داری نمیدونم فلانه، اما باز پای اون زندگی میمونی. میری گیم، همون داستانا هر گیم داره برای تکرار میشه، باز فاین مچ میکنی، باز همون جوری وارد گیم میشی. این خیلی قشنگ، این حرف قشنگی زد دکتر که گفت آقا خودمون ببین سزاوار این داستان چون میشه. گفتی چون گفتی یه چیزی گفتی، من اینم بذار به بچه ها بگم، این میتونه، این از اون مسائل مثلث محیطی است که میتونه باعث افسردگی بشه دیگه. چند وقت پیش که از من پرسید توی اینستاگرامم که چه زمانی بفهمیم که بعد از رابطمو خارج بشیم، نمیدونم دیدی یا نه. بله. جواب من بهش جواب من هنوزم میذاری ازش. آره جواب من بهش این بود، گفتم زمانی که توی رابطه حالت از بیرون رابطه بدتره، به همین وضوح خانه کنند منطقیه دیگه. آره آقا تو تنها بد حالت، تو رابطه بدتری، خب اون زمانی که باید در رابطه خارج بشی دیگه منطقیه. یا مثلا تو بازی نمی کنی، بعد حال بازی می کنی باز بدتر میشه بدتر حالا. آره این یعنی آقا یه مشکلی داری دیگه که این همچنان این کار رو داری انجام میدی با خودت. این جالب بود. آره و حالا فکر میکنی که بگم، حالا من نمیدونم چقدر مراجعه گیمر داشتی، یا حالا احتمالا از این راحت بیشتر هم میشن کسی که دوست دارم باهات صحبت کنن، فکر میکنی که بیشتر مشکلات گیمر ها چیه؟ چون من تو مراحل های افسردگی معمولا چه تمی هن؟ مثلا بیشتر همون حالت سایکالوجی هن، یا بیشتر حالت بایولوژی هن، یا بیشتر محیطشون شخمیه؟ چه جوری بوده تجربه خودت از نظر آماری؟ بعدم از چت میتونیم بپرسیم و اصلا بیاریمشون تو دیسکورد بالا. اگر چند دقیقه ببخشید، ما بعد از این سکانس بچه‌ها یه جایی هست تو دیسکورد، اینا الان من براتون میارم که ببینید. یه بریک بدیم مثلا من 10 دقیقه برم بیام، بعد با یه 4 5 تا بچه‌ها صحبت کنیم. آره اینجا شما میتونید برید توی ویتینگ روم توی دیسکورد من، اگه ندارید علامت تعجب دیسکورد رو بزنید، اینجا میرین توی ویتینگ روم، اینجا میشینی، بعد من حالا رندوم دیگه موو میدم بچه‌ای که میخوان مثلا یه چیزی رو بپرسن، یا بگه آقا من مثلا چند وقت یا اگه راجب اصلا افسردم نیست طرف ولی سوال داره، و حال کسایی که دوست دارن حرف مهمی برای گفتن دارن، نه یا تو رو خدا چیت چت نیست دیگه خودتون بلدید استریم من چه شکلیه. اینجا اینجور جاها شوخی نداریم، دمتون گرم، خودتون عالی تو این زمینه. ولی خلاصه میتونید بیاید توی ویتینگ روم، من موو میدم مثلا نفری 2-3 دقیقه زمان میذاریم، 4-5 دقیقه زمان میذاریم و سوالتون رو بپرسیم. بعد اصلا امین حتی میتونین برید پایین، بعد امین جواب سوالتون رو بده. اوکی آره. از الان بیایید توی ویتینگ روم اگر صحبتی دارید. این صحبتمون که تموم بشه، من اول میخوام تجربه شخصی امینو نسبت به این داستان بدونم، بعد بیایید مثلا همینجا یه تست بکنی ببینیم آقا بچهای چت صحبتشون چیه، نمیدونم حالا از کوچیک و بزرگ فرقی نمیکنه، از سن پایین سن بالا اگر تجربه ای دارید اصلا بیایید به ما یاد بدید، اشکال نداره ما استفاده کنیم، ما که نیومدیم اینجا همش روشن کنیم همه رو، شما بیایید ما رو روشن کنید. آره اینم خلاصه هستش. امین جون حالا الان بگو تجربتو ببخشید. آها ببین
من نمیتونم در این ما با یقین بگم که مثلا خودت میدونی یه همچین چیزی پژوهش عجیب نظر غریبی میخواد. شخصی فقط میخوام نظر شخصی مگه بخوام بگم بزرگترین مشکل گیمرهایی که هم گیمر را در و گیم و افسردگی فرار از واقعیت دینایال انکار گیم نباید فضایی رو برای آدم به وجود بیاره که واقعیت زندگیش رو توسط اون انکار کنه، بلکه گیم باید بوست کنه کیفیت زندگیمونو. خیلی موفق. آره ببین گیم باید مثلا چه میدونم مثل یه ردبول باشه، وقتی که با رفیقات رفتی جنگل داره بهت هم خوش میگذره. آره دقیقا گیم باید... میزنی باید بقیه کاراتو بهتر انجام بدی چون داری گیم آفر. نه که خستشی بگی بابا ریدم تو این زندگی فردام که باید برم سر کار، گیمم هم که مثلا اینجوری بود اینطوری میدونی اینجوری نه. آره بزرگترین مشکل گیمرا و افسردگی گیم افسردگی پس میشه انکار واقعیت. یعنی اگر من بخوام دوتا زیاد بازی کنم ورد، حالا گیمایی میگم که خیلی میتونه ادیکتیو هم باشه دیگه، لاغت اونجا که من میشناسم مثلا ورد آف وارکرافت فول تایم 24/7 ورد آف، اگه ببین داری ورد آف وارکرافت بازی میکنی بیزنس گیلد خفن داری کری میکنی پاگ میبری میثیک میبری ملتو و داری مایی چند میلیون تو هم مثلا فرض کن از طریق گیم پول در میاری، حالا دمت گرم نشستی تو خونت داری زندگیت هم میچرخه و حالا برنامه هایی هم داری تارگت های بزرگتری یا داری فالو آپ میکنی پول در آوردت هم از طریق گیم، هیچی رادی نداره به کسی چه ربطی داره، هر کی به تو گفت چرا اداره نمیری بزن تو دهنش، تو از یه کارمند احتمالا درآمدت هم بیشتره، مگه کار کردن فقط اینه که 8 صبح بری 5 بعد از اون پی 1 ساعت و نیم هم تایم مفید کار کرده باشی و بقیهش به بتالت گذشته باشه. ولی اگر گیم بازی کردنه روشیه برای اینکه امتحانات تو پاس نکنی، سر کار نری، نمیتونم با خانوادت ارتباط تو مثلا کامل با دوستات کات کنی، بگی با عجب زندگی آدم ها نمیدونم فلان آدم ها انقدر بدن که من به گیم روی آوردم، نه اینا این کار واقعیت دینایاله. دینایالم به عنوان یه مکانیزم روانشناختی قطعا افسردگی رو در گذر زمان تشدید میکنه. هر وقت تو زندگیمون رومون رو از یک واقعیتی برگردوندیم هر چند دردناک، مطمئن باشید که دیر یا زود سیلی اون واقعیت رو خواهید خورد. دیر یا زود هزینه انکار واقعیت باید پرداخت بشه. ایوان این پس تو میگی بزرگترین مشکلشون که افسرده میشن و اینا از دینایاله و چون میخوان فرار کنن از حالا یا واقعیت های تلخ زندگی یا اصلا آقا سختی های زن اصلا گشاده حال نداره درس بخونه مثلا، آره دیگه گیم بازی میکنه و این خب مشکله دیگه قشنگ این دیگه چیز ببین نیست. اگر یک نفر مثلا من اینجوری بهت بگم اگر یک نفر گشاد خب و به قول تو داره از واقعیت زندگی فرار میکنه، خب اصولا که این موضوع نمیتونه آگاهانه باشه چون واقعیت زندگی اساسا با... آره واقعیت زندگی اصولا با یک سری استراب همراه نریمان بله. استراب هایی که همراه با واقعیت سنجیان موتور محرکن، یعنی آدم رو تکون میدن. ببین من اگه یه گوشه این اتاق نشسته باشم و ببینم از اون ور داره آب میاد و بدونم طی دو ساعت آینده این اتاق پر آب میشه و این آب من رو خفه میکنه، من بلند میشم و میرم به دنبال راه حلی میگردم برای تغییر در این مشکل که خفه نشم. درست. ولی اگر رومو برگردونده باشم و نبینم که داره اونجا فای آب میاد داخل این اتاق، اونجاست که دو ساعت بعد سیلی اون واقعیت رو میخورم دیگه، تا اینجا آب دارم خفه میشم. پس دیدن واقعیت زندگی همراه با یک استرابیه که اگه من این استراب رو درونی کنم، یعنی تبدیلش کنم به مسئولیت پذیر بودن نسبت به زندگی، پس یه تکونی به خودم میدم، پس دیگه انکاری وجود. تو اصلا خودت هم گفتی با تجربه اون تحقیقی که توی دیسکورد دفعه قبلی گذاشتی ریسورسشو میام سورسشو گذاشتی توی دیسکورد، اونم داشت میگفتش که بیشترین دلیلی که ملت گیم بازی میکنن جز اون دلایلی که آوردن اون فرار از اون سختی ها و واقعیت ها و این که همیشه هم چیز بدی حالا نیست. آره اصلا چیز بدی. ببین من همین امروز یه پیپر جدید خوندم
برای دانشگاه کمبریج بود، اصلا تو سایت خود کمبریج بود. اومده بودن دو گروه گیمر رو با هم مقایسه کرده بودن و توی این گروه 24% افسردگی کمتر بود. تو چه گروهی افسردگی تو گیمرها کمتر بود؟ اون گروهی از گیمرها که فعالیت‌های خارج از گیمینگ هم دارن 24% افسردگی درشون کاهش پیدا کرده. ولی نوشته بود تو اون یکی گروهی که مثلا ما بخوایم خیلی ساده بگیم باسن مبارک رو فقط گذاشته رو صندلی تکون نمیخوره، نه لزومن گیم اثر مودیفایر نداشت، یعنی اثر بهبود دهنده نداشت، منفی هم نداشت، منفی هم نه، اصلا منفی هم داره دیگه، نمیشه نداشته باشه که. یعنی به هر حال اصلا ببین، من اینجوری میخوام بهت بگم، من احساس میکنم اگه وسط مسابقه هم هستی، وسط مسابقه آنلاینی، وسطش اصلا نه بذار اینجوری بگم، اصلا اگه وسط مسابقات آنلاین هم شرکت میکنی باید ورزش کنی. رفتی نداره، ولی ورزش که میکنی اتنشنت بیشتره، توانایی حل مسئله، آدم شارپتری هستی، شوترت بهتر میشه، ایمت بهتر میشه، دوتا پلیری حواست جمع‌تره، به مینیمپ حواست هست، به پینگای یارات حواست هست، حواست هست داری تو جنگله نمیدونم چی میگی تو جنگل آیتم میکشید، فارم یونیت میکشید، نوترال کریپ میگن، جنگل، آره نوترال کریپ، مثلا حواست هست اگه داری جنگل کریپ میزنی، تیم حریف داره میاد سری میپیچی میری. خب ببین طبیعتاً یه آدمی همه این کارا رو میتونه بکنه که شارپ تره دیگه. مگه میشه اینایی که تی آین حالشون بد باشه؟ من به تو قول میدم تی آی پلیرها همه از نظر روانشناختی شارپ هم. اصلا امکان نداره تو بتونی افسرده باشی بری تی آی. حتی یه ساعتی از چیز رو معمولا تجربه استرام ردی هن یه سرشون، ولی خب اون ردی بودن رو نمیشه اسمشو گذاشت. حالا لزومن افسردگی، حالا افسردگی رو کار نرم، لزومن بشی اختلال روانشناختی بزنی، ولی خب مثلا بودن دیگه، مثلا تی آی 5 مثلا وینگز که برده بود تی آی او، مثلا طرف چینی نمیتونه صرف بزنه، چه برسه ژاپنی، چه برسه انگلیسی، یعنی زبون خودش رو پسره درست نمیتونه صرف بزنه، مثلا یه جور ردی بودن نیستش، چون خیلی زمان زیادی رو گذاشته بودن گیم زده بودن. بیا یه چیزی نگاه کنیم دیگه، ببین یه چیزی بیا نگاه کنیم دیگه، حرفی که من همیشه میزنم، میگم مگه جراح قلب سکته نمیکنه؟ خب آره، روانشناس هم میتونه افسرده بشه، گیمر هم میتونه افسرده بشه، حتی تو لول تی آی. مگه تو پروفشنال گیمرها کسایی نداریم که خودکشی میکنن؟ مگه استریمره نبود چند وقت پیش خودکشی کرد؟ استریمر معروفه، خب اونم اگه رکفو، خب اگه رفته بود واقعا به موقع افسردگیشو درمان کرده بود، درمانهای ساپورتیو گرفته بود، مونیتورش کرده بودن، رکفول بنده خدا خیلی هم سابقه تو خانواده داشت، داداشش هم خودکشی کرده بود، تو خانواده‌اش چند تا سابقه خودکشی داشتن، اصلا اون وضعش بیولوژیکی خیلی خراب بود، من کیسش خیلی راجبش چیز کردم. دیپرشن هم ببین، دیپرشن تنها هم نبوده، میخوام یعنی حرفت رو تایید کنم از این نظر، ببخش میخواستم حرفت رو تایید کنم از این نظر، ولی خب تیمای دیگه یه تایر یک رو میبینی، مثل اوجی، مثل الائنس، مثل لیکوید، پلیراشون واقعا شارپ هن، یعنی همینی هن که میگی. حالا اون وینگز آره یه مقداری دیگه میگم اونا ردی و خسته و داغون بودن، ولی خدایش اونا رو بذاریم که الان پلیرای ای جی، پلیرای کلا اکثر تیمای تایر یک که نگاشون میکنی اصلا چهره ها مشخصه، همه میرسن به خودشون و به شدت شارپ، شدت شارپ. بابا نمیشه، ببین تو اگر روزی 7-8 ساعت 10 ساعت بخوای گیم بازی کنی، گیم حرفه‌ای، یعنی داری 10 ساعت کار میکنی دیگه، از این موضوع لذت که نمیبری، دوتا دست گیم که نیستش. وقتی 10 ساعت بخوای روزانه گیم حرفه‌ای بازی کنی، یعنی از کارمندای تو شرکت‌های ایران خیلی بیشتر داری انرژی میسوزونی. ساعت مفید کار کردن تو شرکت‌های کشور ما فکر کنم یاری مثلا 10 ساعت سر کار نیم ساعتش کار کرده، یک ساعت کار کرده، پس خیلی انرژی میبره. طرف باید خوابش خوب باشه، اشتهاش خوب باشه، به تغذیهش بسیار اهمیت بده، ورزش بکنه، هوای خوب بخوره، آب خوب بخوره، استراحت بکنه، ماساژ بگیره، ها همه اینا رو نیاز داره آدم وقتی بخواد تو اون لول پروفشنال گیم بازی. قبول دارم کاملا، و این اتفاق داره میفته، چت آره بابا اتفاق داره تو دنیا میفته، کلی ازش مستند و اینا تو یوتیوب هست که کاش یه روزمون رو من بشینم باهاتون ببینم که چه ترمینایی به جز ترمینای گیم
پلیر رو دارن، حالا از نظر تست های بیولوژیکی که میگیرن ازشون همیشه، یا چیزای سشن های روانشناسیشون یا تمرین های ورزشیشون، ببین من یه اینا دونهشو دارن مثلا همچین چیزی. یادمه تو اوورواچ لیگ، تمام لیگ رو تمام پلیرهای لیگ رو بلیزارد چیز میکرد، بیمه سلام، یعنی از ورود به اوورواچ لیگ همشون بیمه درمانی داشتن. ایول ببین ممکنه اتفاقی براش بیفته دیگه، خب هزینه درمان هم که میدونی توی کشوری مثل آمریکا سرسام آوره. ببین اینجا میری مثلا دکتر 4 تا قرص برات می‌نویسه با 100,000 تومن میتونه نه، قرصاتو بخره، اونجا کمه، میشه کنسله. 5,000 دلار مثلا، یا اومینی داروات میشه 4,000 دلار فقط داروات میشه. آره خیلی وحشتناک. خب آقا من الان زیادترم شدیم، بعد داره یواش یواش آخراش داستانم میرسه، پایه‌ای با بچه ها صحبت کنیم ببینیم بچه ها ببین روزشون چیه، اگه بریک موافق میخوای؟ باشی من یه بریک میخوام. خب اگه موافق باشی من یه لحظه اسکرین شیر بدم، این آزمونه رو آوردم نشون بدم به بچه ها و بگم منظورم چیه، و باشه بعدش بریکی بدیم، من یه 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه بیام با چند نفر با هم صحبت کنیم و خب ببینیم. اول تو امیدوارم اسکرین که شیر گفتم بده، من میتونم رو آره. اسکرین شیرت خودم 2 دقیقه بی آر بی میشم، چیر استریم خب صندلیم همراهی تو میکنه، اسکرین شیر رو بده. باشه چیر استریم، اوکی. خب بیا ببینی این اسکرین شیر گو لایو، واچ فکر میکنم استریم. خب اومد درسته؟ بله خب بچه ها ببینید من یه آزمون رو میگم، آزمون افسردگی بک منطق دات ام ای بک سلش تست، آزمون افسردگی بک. این آزمونه من کاری به نتیجهش اصلا ندارم، سوالاتش، یعنی من غمگین نیستم، هستم هر چقدر اینا آیتم ها میاد پایین تر خیلی تشدید میشه دیگه، یه ذره واضح هم نگاه کنی متوجه میشی. این بندا رو اگر خوب بررسیش کنید خیلی با عملکرد افسردگی تو روان و جسمتون آشنا میشید. مثلا اشتهام بیش تغییری نکرده، اشتهام به خوبی گذشته نیست، اشتهام خیلی کم شده، هیچ اشتهایی به غذا نداره. خب اینجا افسردگی شدید، اینجا متوسطه، اینجا کمه، اینجا افسردگی وجود نداره. مثلا بیرن رندوم دیگه، مثلا مثل همیشه آدم ها رو دوست دارم، کمتر به آدم ها علاقه مندم، تا حدود زیادی علاقه ما از دست دادم، از همه مردم قطع امید کردم، حوصلم تغییری نکرده، کمتر کم حوصله تر شدم، اغلب اوقات کم حوصله هستم، همیشه کم. و حالا این آزمون در واقع آزمون افسردگی بک میتونه یه دید خیلی خوبی به شما در مورد علائم و نشانه های افسردگی بده، فارغ از اینکه حالا اگر به تمام سوالاتش واقعا پاسخ بدید و خالی نبندید، نمره گذاری واقعی بکنید و نهایتا این پایین دریافت نتیجه رو بزنید، یک ریپورتی هم از درجه افسردگیتون و بهترین کاری که میتونید بکنید به شما میده دیگه. اینم در مورد افسردگی. نریمان هم دستان گذاشت تو حنا رفت، من تا حالا استریم هاست نکردم، اومد میگه تو اون گزینه وقتی شدید نیست اکثرش مثلا نشستوسه گرفتم. خوبه یا بده مثلا بگیرن 63 طرف همه رو در شدیدترین حالت زده، یعنی زنده نیست طرف. خب پس توضیح دادی بهشون تست و ایول. آره اونم بچه ها دیدن. خب اگه موافق باشی یه 10 دقیقه یه بریک بدیم، من میرم یه بریکی میگیرم، 10 دقیقه دیگه میام، یه رو 20 دقیقه هم اگر کسی خواست بیاد بشینیم آره، در با واقع هر کدوم گفتگوی از داشته بچه ها باشیم. یه 4-5 دقیقه صحبت میکنیم. اوکی دمت گرم.